آقای برمن، تا چه حد این حرکت دیپلماتیک در خارج از کشور با توجه به رخدادی که در داخل در اتفاق میفته میتونه این صد رو از دو سو از داخل خارج بشکنه؟ خب من فکر میکنم که اونچه که درون جامعه آغاز شده است و به حال اکنون هم یک نمود دیگرش همین در واقع استعفای کاردار سفارت ایران هست، خیلی شاخص است و به شکل خیلی محرزی نشان می‌دهد که و به شکل خیلی در واقع عمومی و علنی نشان دهنده مخالفت اعضای بدنه نظام هست با اون. و حتی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که خود در واقع مستخدمان دولت که در بدنه و بافتار دولت هستند منتقد هستند، ناراضی هستند و این نارضایی رو ابراز میکنند، همگام و همراه با مردم در جای جای جهان که به طرق مختلف اونها هم ابراز ناخرسندی میکنند از این بابت. میدونید که اتفاق در سالهای اول انقلاب هم رخ داد، زمانی که دولت آقای بازرگان بر سر کار بود تعدادی از دیپلمات ها به همین شکل برشه که کنارگیری کردن، اعتراضاتی صورت گرفت. وقتی که این دو مورد رو، یعنی این تحولی که الان در حوزه خارجی دیپلماتیک در خارج از ایران رخ میده و شرایط داخل رو، یعنی مثلا کشته شدن ترور دکتر علی محمدی رو با شرایط ترورهایی که در زمان قتل‌های زنجیره‌ای انجام می‌گرفت، یعنی اینکه فروهرها پوینده بختاری نفرها ترور می‌شدن، اینها رو وقتی کنار هم می‌ذارید از این مقایسه شما به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ Well, first off, let me say that revolutions are very hard to predict successfully, and Americans generally are not so good at predicting. آمریکایی‌ها معمولاً خیلی خوب نیستن در پیش بینی کردن و من هم همینطور، اما به حال نظر شخصی من و بسیاری از همکارانم که به دقت اوضاع رو تحت رصد دارند می توان اینطور گفت که به خاطر در واقع مسئله انتخابات بود که تمامی جنبش به دنبال اون رخ داد. اصلش مسئله انتخابات بود و پرسش اصلی اینجاست که اکنون به کجا می رود و این در واقع گزینش دولت جمهوری اسلامی است که چه می خواهد بکند. به نظر می رسد که انتخاب خود را کرده است و نمی خواهد در واقع اقبال مردم را به همراه داشته باشد و انتخابات آزاد داشته باشد. و به هر حال برخی در واشنگتن به نظر می رسد که اعتقاد داشته باشند که به هر حال حتی در درون بدنه نظام هم بسیاری اعتقاد ندارند که بخواهند محکم بایستند سر جای خود، به خاطر اینکه با اعتراض‌های مردمی این جایگاه متزلزل می‌شود. همزمان دای به من فشار خارجی الان وجود داره. گذشته از این مسائلی که بر شکل دینامیک سیاسی ایران رو داره تغییر میده، ظاهرا فشار خارجی هست، فشار برای تحریم. آقای ویلیام برنز الان مذاکراتی رو در طول چند روز گذشته در مسکو داشته، در مادرید همینطور این مسائل دنبال میشه. توفیق ایشون رو در این سفر چند روزه چطور شما ارزیابی می‌کنید؟ I think it's من فکر میکنم که at some point در یک جایی diplomatic track becomes راه دیپلماتیک به نحوی به هر حال میتواند گاهی در واقع زیان آور باشد یا مخالف این نقض غرض باشد به عبارت دیگر، بستگی به اون منطقه بستگی به اون مسئله دارد، ولی امکان این نقض غرض شدن وجود داره. ما هنوز در واقع نتوانستیم شرایطی رو ایجاد بکنیم برای اینکه از طریق دیپلماتیک به نفع احسن بتوانیم عمل کنیم و در این زمینه جلو بریم. الان خیلی مشکل زا هست مسئله و شرایط بده
به خاطر اینکه اون چه که به عنوان یک پیام در واقع رژیم جمهوری اسلامی صادر میکنه از خودش این است که لزومی نداره شرکت بکنه در مذاکرات، لزومی نداره همکاری بکنه و این اون کاری است که در واقع پیامی است که به ایالات متحده نیز میرسه و مذاکراتی که دولت اوباما به آرامی همه اکنون با اروپا دارد در راستای این است که بتواند کاری در زمینه ایران انجام بشود و جبهه متحد و مؤتلف در برابر اون کشور و در این حال اینکه به رژیم جمهوری اسلامی در واقع فهمانده شود که شرکت نکردن در گفتگو و احتراز از تعامل میتواند عواقبی منفی برای آن در پی داشته باشد. فرصت کوتاهی داریم برای پایان این بخش از گفتگو با شما. با توجه به اینکه من تو این یک دو روزه دیدم در رسانه‌های ایران خیلی این خبر رو مطرح می‌کردن که چین احتمالاً در حد سفیر چین در سازمان ملل متحد در مذاکرات شنبه شرکت می‌کنه، معاون وزارت خارجه چین حضور نخواهد داشت در مذاکرات 5 به اضافه 1 در روز شنبه. فکر می‌کنید که این لطمه خواهد زد به هر گونه احتمال تصمیم‌گیری بر سر تحریم و آیا واقعا دولت اوباما نگاه به فوریه داره، زمانی که فرانسه ریاست شورای امنیت رو بر عهده میگیره و این ما چون چین ریاست شورای امنیت رو بر عهده داره؟ There's certainly, I think, reason to. من قطعا فکر میکنم که منطقی است نگران بودن در این مورد. هم چینی ها و هم روس ها پیشینه عدم همکاری و عدم تمایل به همکاری با اعمال و تشدید تحریم علیه ایران دارند که میتواند به سبب مسائلی از قبیل در واقع مناسبات اقتصادیشون با ایران باشه. اما در این حال ما تا یه هفته های اخیر شاهد جنبش های گسترده‌ای در اروپا بوده ایم که در واقع حمایت داشتند از اعمال تحریم های تشدید شده و ما امیدواریم که این اتفاق بیفتد و با این تشکیل جبهه مؤتلف به نحوی روس‌ها و چینی‌ها هم در واقع به راه بیایند و بپیوندند به این حرکت. با تشکر از شما آقای برمن برای شرکت در این گفتگو، سپاس از آقای ایلان برمن و سپاس از خانم مهناز صمیمی برای برگردان این گفتگو. تا لحظه دیگر برنامه رو با حضور کارشناسان ادامه میدیم.